بسیار بسیار برنامه خوبیه، به خصوص برای کسی مثل من که سالها با رادیو کار کرده و با گلها و با خواننده های مختلف، از اینکه بعد از سالها کارهای خودم در این رادیو میشنوم واقعا لذت میبرم، خوشحال میشم و منه میبره به خیلی سالهای پیش که با مرحوم پیرنیا من آشنا بودم. خب مرحوم پیرنیا واقعا یکی از علاقمندان بسیار بسیار خوب موسیقی بودن که با وجود اینکه موسیقی دان نبودن، فکر میکنم خدمتی که ایشون به موسیقی کردن کمتر کسی این خدمت کرده. نه تنها یک برنامه، برنامه‌های مختلف، گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، گلهای صحرایی و برنامه‌های دیگه، تمام کار هم مقامشون تولید برنامه‌های خوب موسیقی بود و از بهترین ارکستر رادیو و بهترین رهبر و تنظیم کننده آهنگ که مرحوم خالقی بودن استفاده واقعا شایسته می کردن. همچنین می دیدم که در رادیو در طبقه دوم اون ساختمان قدیمیش یه اتاقی بود که گوشه راهرو بود و ایشون از صبح تا شب تو این اتاق بودن و نهار هم حتی همونجا میخوردن و اینقدر با عشق و علاقه. یک جای خیلی خیلی استودیوی کوچیکی، شاید کلش دو مترم نبود و اینا، درست کرده بودن تو همون اتاق که از خواننده هایی که به طور سولو مثل استاد شهیدی اینا میخوندن ضبط میکردن. و موفقیت آقای پیرنیام در این بود که هر کاری که ضبط میکردن دوستانی داشتن از بیرون که میمدن و مهمونشون بودن، این کار میذاشتن برای اونا و نظر میخواستن و با نظر اونها برنامه رو تهیه میکردن. و عشق و علاقه ای که مرحوم داوود پیرنیا به موسیقی ایران داشت من کمتر میتونم بگم در کسی دیدم. حالا کسانی که موسیقین که بله باید اینطور باشه، ولی از کسی که موسیقین نبود و اینا، ولی این عشق و علاقه واقعا جای شگفتی داره و خدا رحمت کنه ایشون. و من خاطرهای بسیار خوبی دارم. گاهی وقتا من آقای شهیدی ایشون منزلشون دعوت میکردم، میرفتیم اونجا، حتی اونجا هم که میرفتیم علاقمند بودن که کاری بکنیم، یه چیز اجرا کنیم اینا. و فکر میکنم یکی از موثرترین انسانها بودن برای موسیقی ملی ما. آقای پیرنیا، من چون دلم نمیاد بگم مرحومی، همیشه زنده است، تا ابد زنده خواهد بود. تنها کسی بود که گلها رو به وجود آورد، با چه زحمتی زیادی، با چه چوبلا چرخایی، ولی از پا نایستاد، شبانه روز کار کرد. من شاهد بودم که از ساعت 9 صبح تا 9 شب، حتی نهارش هم سرپا میخورد، چرتش هم سرپا بود و این نوارا رو تنظیم میکرد، ادیت میکرد، حاضر میکرد برای پخش. خدمتی که این مرد کرده واقعا خیلی بالاست، نمیشه گفت چقدر به عظمت خود موسیقی این خدمت کرده و تا ابد این مرد نامش پایدار خواهد بود. من که نسبت به مرد یه حالت پدر نگاه میکردم و منم محبت داشت، خیلی همه هنرمندا رو دوست داشت، حمایت میکرد. اگر که در رادیو تعدادی باش خوب نبودن، برای اینکه آماری که میگرفتن 75% گلها داشت، 25% بقیه، خوب معلومه مخالف ایجاد میشد. برجت خدمتی که شون کرده بی نهایت بالاست و تا ابد نامش در موسیقی ایرانی ذکر خواهد شد و ثبت خواهد شد. همیشه به یاد دوران این که افتخار خدمت به ادبیات ایران نصیبم شد هستم و به تبع سیمای هنرمندان ارجمندی که با من همکاری داشتند در دل و دیدم جلوگر است. امروز از آقایان احمد عبادی و جواد معروفی سپاسگزارم که عنایت فرموده سرفرازم داشتند و نغماتی به یادگار نواختند، نغماتی که همیشه با گوش جان شنیده و خواهم شنید.